جمعیت اسلامی افغانستان کنارگیری عطا محمد نور والی بلخ را از سمتش مردود می داند و نشر خبر تصمیم ریاست جمهوری را در مورد والی بلخ اقدام غیر مسئولانه و خلاف توافق نامه حکومت وحدت ملی می پندارد. مسئولان در جمعیت اسلامی افغانستان می گویند که حزب جمعیت به زودی موقفش را در این مورد اعلام می کند. طیب بصیر گزارش می دهد. در پی نشر خبری که گویا استعفای عطا محمد نور از سمت مقام ولایت بلخ از سوی ریاست جمهوری قبول شده است، جمعیت اسلامی افغانستان در اعلامیه نشر این خبر را غیر مسئولانه و به زیان امنیت کشور دانسته است. جمعیت اسلامی افغانستان نشر خبر تصمیم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان را در مورد استاد عطا محمد نور والی بلخ و رئیس اجرایی جمعیت اسلامی یک اقدام عجولانه غیر مسئولانه مخالف ثبات و امنیت افغانستان و منافع اصول موافقت نامه حکومت وحدت ملی می داند. آن را شدیداً محکوم می کند. جمعیت اسلامی افغانستان پس از بازگشت رئیس جمعیت از سفر رسمی و حضور برخی از اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی که در کابل نیستند و زودی موضعش را به صورت مشخص در این مورد اعلام می‌دارد. این در حالی است که رئیس جمعیت اسلامی سفر خود به دنمارک را فسخ کرده و قرار است پس از آمدن به کابل فردا موضع حزب جمعیت اسلامی را با حضور شورای رهبری این حزب اعلام کند. گفته می شود آقای نور در دور اول گفتگوها بین جمعیت و محمد اشرف غنی رئیس جمهوری استعفانامه مشروط را به آقای غنی تحویل داده بود که بعد از شکست مذاکرات از اعتبار قانونی افتاده است. استاد عطا محمد نور من حیث والی بلخ این حس کنه و به اساس قانون و چطور یک چهره می گیرن چهره حق و جانب و ظاهر عوام فریبانه و طور وانمود می کنه که واقع یک بهانه قانونی، اما اصل دیگه پیستا که اگر واقعا به قانون آنقدر متمسک هستین میخواین که در واقع به اساس قانون یک ولی را عزل کنین، پس چرا شما در واقع موجودیت خود با قانون یک تعیین تکلیف نمی کنین؟ این مورد واکنش های تند را در شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک نیز به همراه داشته است. آثار که میگفته است که آنچه که از این بازی برمی آید سبب دریده شدن پرده های دروغی تساهل و همگرایی برساخته و قلابی از پیش روی چشم مردم است. رومل خورم نگاشته است که اگر دولت از قوه قهریه برای برکناری آقای نور از ولایت بلخ استفاده کند، کشور دوباره به سال 1371 برخواهد گشت. و رهنورد کوهزاد گفت زمان آن گذشته است که برنامه های قومگرایی عمل شود. حالا مردم به آگاهی سیاسی رسیدند و می توانند از حق خود دفاع کنند. از سوی هم نزدیکان آقای نور گفتند که موقف رسمی او وابسته به اعلامیه جمعیت اسلامی و موضع فردای رهبری این حزب با حضور صلاح الدین ربانی است. بر اساس موقف رهبری جمعیت اسلامی، اعلام استعفای عطا محمد نور از جانب ارگ اقدام یک جانبه و غیر قابل قبول است.